سمینار آموزشی دو روزه برای خبرنگاران زون شمال شرق از سوی دفتر یونیسف در ولایت کندوز پایان یافت. سید کمالشاه عارف مسئول دفتر مطبوعاتی یونیسف که مسئولیت آموزش خبرنگاران، مسئولان و کارمندان رسانه‌های محلی ولایت‌های کندوز، بغلان، تخار و بدخشان را به عهده داشت، میگوید که آنان برای دو روز موضوعات مختلف را پیرامون چگونگی انتشار ویروس فلج کودکان و برنامه‌های آگاهی‌دهی از طریق رسانه‌ها راه اندازی نموده بودند که تا آنان بتوانند در مورد فلج کودکان معلومات را به مردم برسانند. برنامه دو روزه ترنینگ خبرنگاران که در کندوز پلان شده بود، امروز روز دومیش است و خبرنگاران از 4 ولایت حوزه شمال شرق که بدخشان، کندوز، بغلان و تخار است در این برنامه اشتراک میکنند. هدف این برنامه همی است که ما میخواهیم آگاهی همه مردم را بلند ببریم و مردم امرای ما کمک کنند که چگونه ما از افغانستان فلج اطفال را رشکن بسازیم. در امی مورد در آگاهی همه مردم رول خبرنگاران و رول رسانه بسیار بارز و مهم است. ما می خاطر ترینینگ گرفته شده که خبرنگاران و رسانه را امرای خود داخل بسازیم و رسانه امرای ما کمک کنه که صدای ما را تا مردم برسانه و مردم اگر کدام تشویش داشته باشه، برنامه به گونه صحیح تطبیق نمیشه در ساحات، او صدا تا ما برسه که ما اجراعات بکنیم و امو پروگرام فلج اطفال را برای استوار کنیم که تا هدف خود برسیم. از سوی دیگر خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های محلی میگویند آنچه را که در این دو روز فرا گرفتند را از طریق رسانه‌هایشان به مردم انتقال خواهند داد. آنان همچنان این گونه ورکشاپ‌ها را در جهت بلند بردن سطح آگاهی خبرنگاران با اهمیت تلقی کرده، خواستار تداوم این گونه برنامه‌ها در آینده ها هستند. برنامه دو روزه ای که به خاطر خبرنگارا گرفته شده بود در زون شمال شرق در کندوز از طرف دفتر محترم یونیسف که در رابطه با مرضی ساری سرخکان و گزارش نویسی در رابطه برای خبرنگارا تهیه شده بود که دو روز ما اینجا سمینار دیدیم، موضوع خیلی خوبی را از اینجا ما آموختیم، یاد گرفتیم. هدف از برگزاری سمینار معلومات در مورد بیماری پولیو یا فلج اطفال بود. قبلا سال گذشته این سمینار هم از طرف مؤسسه یونیسف در امی ولایت دولت کندوز برگزار شده بود. خواست ما از حکومت امارت اسلامی و نهادهای حامی رسانه ها و مؤسسه یونیسف است که این سمینار را برگزارش افزایش بدن، نه تنها در ولایت کندوز، در ولایت های دیگه هم این برنامه برگزار شود. برنامه که با آدرس پولیو بود یک افتخاری کلانی را در سطح زون شمال شرق برای انداخته شده که ما میتونیم پیامی مؤثری را جهت محو این مرض پولیو در تمام ولایت افغانستان بخصوص ولایت های زون شمال شرق داشته باشیم. بابت برگزاری از دفتر محترم یونیسف یک دنیا سپاس. امیدوار هستم که خبرنگاران را در برنامه های متفاوت یاری برسانند، ما بتانیم حداقل من حیث یک هلگوی در سطح افغانستان پیامی که برای جامعه و برای مردمان مفید است ما او را برسانیم از آدرس اطلاع رسانی دقیق ما. در همین حال مسئولان محلی کندوز میگویند که رسانه ها در محو پولیو در کشور از نقش مهم و اساسی برخوردار است. متی‌الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ کندوز از ورکشاپ دایر شده دفتر یونیسف قدردانی نموده، میافزاید که رسانه ها در محو پولیو نقش اساسی دارد. آقای روحانی همچنان خواهان تداوم این گونه برنامه ها در آینده نیز شدند. لکسنگس طول تا معلومه در کندوز ولایت که در یونیسف اداره لوری یوا برنامه پلا را چولی و سهغه د پولیو یا د واکسین موثرواله یا تاثیرات یا په جامعه کې یا د کمی پیښې په دی اواخر کې راشي
دیو د دغه محلي ادارې د ژورنالیستانو لپاره خصوصي او دولتي رسنوي لپاره دوی هغه کړی و سیمینار جوړ کړی و دوه ورځنی سیمینار و په دې سیمینار کې د بغلان تخار او بدخشان او قندوز په شمول د ولایتونو ژورنالیستانو اشتراک کړی و تر څو پورې چې د دغه رسنیو له لارې وکولی شي عامه پوهاوی خلکو ته خپور کړي او خلکو ته یې ورسوي نو دا برنامې چې دوی نیسي د یونیسف ادارې دا مهمې دي خلک به آګاهي پیدا کړي تر څو پورې چې وکولی شي خپل اولادونه واکسین کړي این برنامه آموزشی در حال برای خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های محلی راه اندازی می شود که مرض پولیو در دیگر کشورهای جهان ریشه‌کن شده است و تنها در افغانستان و پاکستان تا کنون به گونه کامل محو نشده است. حسیب حساس، تلویزیون اورانوس، کندوز.